خانمان که سرکشی میکنن اینا رو قرآن میگه فعظوهن، موعظه کنید. اگر موعظه گوش فایده نداشت، وحضروهن نفر مزاری در رخت خواب پشت به اینها کنید. اگر موعظه اثر نکرد، بی‌اعتنایی در همخوابی هم اثر نکرد، وضربوهن، این خانم را بزنید. سلام، شوهر من زود از کوره در میره، با زبون حرفشو به هم نمیرسونه، با مشت و لگد با هم حرف میزنه. ایشون ادامه میدن که 3 فرزند دارم، به خدا خجالت میکشم جلو بچه هم کتک بخورم. گفتن که آجا گریم گرفت که گفتن هیچکی حق زدن نداره، چون چند روز پیش پدرم به قدری مادرم رو زده بود که بدنش کبود شده بود و مادر 50 سالم. متاسفانه پدرم زدن زن و فرزند رو حق خودش میدونه. من طرف میگفتش که من شوهرم منو میزنه و من میگم چرا میزنی؟ میگه قرآن گفته بزن. اینا یه دربه، اما این دختره که من میبینم تو این پارک ها و تو این خیابونای بالا کت دامن تنگ و دانشگاه و میبرنشون جاده هراس، همونجا همدستورش رو درست میکنه، همونجا میندازش سرود کنه جنازه ها اونجا برین، هر وقت دختراتون گم شد الان مرتب میبرن. 4 تا تاکسی ترمز میکنه دختره ده. اون میگه نوبت منه، من اول ترمز کردم. میگه آخوند بیچاره اونجا وایساده، هیچکی سوارش نمیکنه. اما این زنه 4 تا تاکسی من دیدم اون وقت تازگی دیده اون وایس اون یکی. کاش ما هم دختر بودیم. مشتری خیلی داشتیم، تاکسی یا سوارمون میکرده حاج آقا علیه شا دیگه نیفتدیم. آره و الا آقای خرجی نشید این قصه. یه تاکسی عقب اومد، یه ماشین، یه روحانی رو سوار کن. روحانی هم خیلی خوشحال شد که این همه رو رفته، حالا داره عقب میاد. مدتی هم معطل ماشین بوده، حالا یه آدم خوبی پیدا شد، گفت که سوار کرد و بردشون پایین پیادش کرد. گفت آقا چرا منو سوار کردی؟ پیادم کردی؟ گفت اونجا آخه سایه بود، میخواستم تو آفتاب پیادم. چقدر مریضن مردم. بله برای این دخترها رو میبرن آقا، بیغیرت هن این مردایی که دختراشون رو بین طلوعین با لباسهای سفید با لباسهای ناجور، نمیدونی چقدر بد حجاب زیاد شده، اینا رو سوار میکنن، یه راست میبرن، موتورسیکلت رو میبرن در روز غار. اگه موتورتون گم شد کجا برین؟ در غار. اگر کفشتون گم شد سید اسماعیل، یکی از شاگرده من چند سال پیش کفشش گم شد، رفت سید اسماعیل دید یارو داره کفش میفروشه، پاش کرد، نگفت مال اول پاش کرد که ببینه اندازشه، بعد گفت رند مولا این کفش مال خودمه، از مسجد آل مجفر کفش رو. یکم موتورشو برده بودن، میگفت رفتم دروازه‌قار وایسادم 75 تومن نزد موسی جعفر کردم، یهو دیدم موتوری از جلوم رد شد، موتورش گرفت، موتور پیدا شد. اما دخترها اگه گم شد آدرس جاده حراج میبرن اونجا، هم دو سورش که درست کردن از هم بالا میدازنش تو رودخونه. بریم ببینیم اینو بگین، چون بعضیا میگردن عقب دختراشون، آدرس دادم بهشون بگین برن دختراشون پیدا کنن. اینا راستا شوخی نی، جدی میگن. آدرس دخترایی که گم میشن کجاست بگیم؟ جاده هرات، تو رودخونه. ماشین هم از اون بالا میفته توش. آره ماشین هم میفته توش، گاهی جنازه زیر ماشین پیدا میشه. پناه خداوند تبارک و تعالی چند قسم حیوان خلق کرده. یک قسم حیوان خلق کرده برای اینکه مردم وسیله سفر باشه براشون، اسب، شتر، این حیوانات چارپاس که مردم ازش استفاده میکنن برای سفرهاشون، این یک قسم حیوانه. یک قسم حیوان خدا خلق کرده که وسیله غذای مردمه و اون مثل گاو و گوسفنده که خدا اینها را خلق کرده برای اینکه وسیله غذای مردم باشه. و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن، اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن. صدا اومد پیش امام سجاد علیه السلام، گفت آقا یه سری ها کنار علقمه
بالای 2000 نفر افتاده بودن مرده بودن، به اندازه بند انگشتم رو بدنشون زخمی نبود. اینا به چه مرضی مردن؟ فهمود عمو جانم که داشت میرفت کنار علقمه نگاه کرد اینا قالب تویی کردن مردن. با نگاه عباس این آقا یه نگاه امشب کنه هممون در خونه امیرالمومنین محرم میشیم. فقط یه نگاه، فقط یه نگاه، فقط یه نگاه، فقط یه نگاه.